سازمان اف بین الملل در گزارشی مخفی نگاه داشتن محل دفن سه زندانی سیاسی کرد ادام شده رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لغمان مرادی را مستاق شکنجه، رفتار بیرحمانه و غیر انسانی خواند و اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی با پنهانکاری درباره محل دفن و جلوگیری از برگزاری مراسم برای این ادام شدگان حقوق فرهنگی و اعتقادی خانواده ها را سلب کرده است. سازمان عفو بین الملل همچنین در کمپینی در توییتر با هشتگ مزارشان کجاست در شبکه های اجتماعی همراه شد که در آن فعالین حقوق بشر و کاربران ایرانی خواستار اعلام محل دفن این سه زندانی سیاسی کرد شده بودند سازمان عفو بین الملل می گوید رنج و درد روحی شدیدی که مقامات ایرانی با پنهان کردن عمدی محل دفن به خانواده های آنها تحمیل می کنند نقض ممنوعیت شکنجه است که در ماده هفت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قید شده است زانیار و لغمان مرادی در سال 88 شمسی به اتهام محاربه از طریق عضویت در احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی و قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده بودند. هر دو آنان بارها این اتهامات را رد و آن را شگرد سپاه پاسداران و سیستم قوه قضایی خوانده بودند. این دو زندانی اعدام شده همچنین بارها از شکنجه شدنشان در دوره بازداشت و زندان خبر داده بودند رامین حسین پناهی نیز روز دوم تیر ماه سال 96 در جریان یک درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در کردستان زخمی و در پی آن دستگیر شده بود شپول عباسی صدای آمریکا.